سلام به همه آبیا، اسسیا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. با اتفاقی که افتاد و ازبکستان تونست ویتنام رو ببره، امیدهای صعود افغانستان به جام جهانی زنده شد. دو تا از بازی نیمه نهایی رو که براتون جدا جدا ویدیوشو درست کردم. اولین بازی که امروز برگزار شد، تاجیکستان تونست به سختی 2-1 افغانستان رو ببره و برای اولین بار خودشو بتونه به جام جهانی فوتسال برسونه، که خب یه رکورد خیلی فوق‌العاده براشون میتونه باشه و خب تیترم زده بودیم صعود تاریخی، که طبیعتاً باید همین اتفاقم میافتاد. تو بازی دوم ما ایرانی ها تونستیم 6-1 قرقیزستان رو له کنیم. قرقیزستانی که تو روز اول تونسته بود ژاپن رو ببره، معلوم بود حریف تیم ملی ایران نمیشه و یه مقداری برای تیم ملی ایران شوخی حساب میشه. با بردن قرقیزستان برای نهمین بار به جام جهانی فوتسال رسیدیم، که خب ما توی آسیا پر افتخارترین تیم هستیم توی جام جهانی و خب یه جورایی باعث افتخار حتی آسیا هم توی مسابقات بین المللی هستیم و همه دوست داشتن که ایران به جام 4 تیم برسه، که به راحتی هم همین اتفاق برامون افتاد. اما دو تا بازی دیگه مونده بود که خیلی هم حساس بود. یکی تایلند میزبان مسابقات که بعد میتونست عراق رو ببره و برسه نیمه نهایی با تاجیکستان، و از طرفی بازی بسیار مهم ازبکستان و ویتنام که اگر ازبکستان میبرد اون روندی که بهتون گفته بودم تو ویدیوهای قبلی باز میشد و پلی آف باز میشد تا بازنده ها هم شانس رسیدن به جام جهانی داشته باشن، که دقیقا همین اتفاق افتاد. دونه دونه ببینیم چه اتفاقی افتاد و توضیحات رو بهتون بدم. تو بازی اولی که اتفاق افتاد، تایلند 3-2 تونست عراق رو ببره، اما نه به راحتی. خیلی بازی سخت شد. دقیقه 2 یه توپ ربایی عراقی ها کردن و سالم تونست با یه شوت سنگین گل اول عراقی ها رو به تایلند بزنه و ورزشگاه کاملا مبهوت بشه که داره چه اتفاقی میفته. چند دقیقه بعدش دقیقه 16 یه اشتباه کودکانه از دروازه‌بان تایلند باعث شد که توپ ربایی انجام بشه و حرکت هوشمندانه طارق باعث گل دوم عراق شد و عراق جلوی چشم تایلندیا 2-0 ازشون جلو افتاد. ولی جو ورزشگاه فوق‌العاده بود برای تایلندی و فشار بسیار سنگین و خرد کننده‌ای به عراقی ها آوردن و آخر سر هم عراق رو شکوندن. امیدوارم تاجیکستان خودش رو برای همچین فشاری آماده بکنه توی نیمه نهایی، چون این تایلند با فشار تماشاگراش به گل رسید. اگر هر کشور دیگه میزبان مسابقات بود مطمئن باشین عراق تایلند رو حذف میکرد، اما با فشار تماشاگرا برگشتن. یه ایسکایی پاس به عقب و یه شوت سنگین از جلفون دقیقه 19 تونست بازی رو 2-1 بکنه و تایلندیا به آینده بازی امیدوار باشن. اونا دو بارم اخراجی دادن و 2 دقیقه دفاع کردن و از عراقیا گل نخوردن، که اشتباه عراقیا همین هم بود که تو اون موقعیتی که میتونستن به تایلند گل بزنن گل نزدن و یه مقدار اونجاها رو شل گرفتن، تا اینکه دقیقه 31 فشار سنگین تایلندیا جواب داد و جلفون تونست گل مساوی رو بزنه و بازی 2-2 مساوی بشه. در حالی که 1 دقیقه و 3 ثانیه مونده بود که بازی تموم بشه، یه اشتباه کودکانه دیدیم از عراقی ها. اونم اینه که عراقی ها داشتن پاور پلی بازی میکردن. وقتی بازی 2-2 یعنی شما یه جورایی هم دارین مقابل میزبان بازی میکنین و جبه ورزشگاه کاملا بر علیهتونه، پاور پلی بازی کردن اصلا معنی نمیده. ولی عراقی ها پاور پلی بازی کردن، اشتباه کردن، توپ باید دست دادن و از همون راه دور یه بازیکن داشتن به اسم چارون فونگ از زمین خودشون شوت زد و وارد دروازه عراق شد و عراقی ها دیگه فرصتی نداشتن که بازی برگردن. به نظر من عراق به مربی خودش باخت، که یه ریسک عجیب و غریب کرد که میخواست تایلند رو تو لحظات پایانی ببره و با اشتباهی که کردن گل سوم خوردن و تایلند 3-2 عراق رو برد و رقیب تاجیکستان توی نیمه نهایی شد. آخرین بازی که تو دور 1/4 نهایی برگزار میشد، مهمترینش بود برای چند تا از ملت‌ها و کشورها. ازبکستان بعد به ایدر ویتنام میرفت. اگر ویتنام ازبکستان رو میبرد، ویتنام به همراه تایلند، ایران و تاجیکستان به جام جهانی فوتسال صعود میکردن. ازبکستان هم که میزبان مسابقات بود و این میشد 5 سهمیه آسیا. اما اگر ازبکستان میبرد، که برد، قضیه کاملا فرق میکنه و پلی آف آسیا باز میشه، که الان بهتون توضیح میدم جلوتر که چه اتفاقی توش افتاده. خود بازی رو بدونیم که چه اتفاقی افتاد. اول ویتنام گل زد، دقیقه 17 روی یه کورنر شلوغی که تو محوطه جریمه پیش اومد و یه پاس به عقب، ویتنامی‌ها تونستن گل اول وارد دروازه ازبکستان بکنن و تا دقیقه 34 6 دقیقه که مونده بازی تموم بشه هم 1-0
جلو بودن تا اینکه دقیقه 34 یه شوت سنگین ازبکا زدن و نزدیک دروازه با یه ضربه سر که به تیرک خورد و وارد دروازه شد تونستن بازی رو مساوی بکنن و در حالی که فقط یه دقیقه مونده بود بازی تموم بشه یه شوت سنگین از زاویه بسته شد گل دوم ازبکستان و ازبکستان 2-1 ویتنام رو برد و با این برد خیلی از ملت‌ها خوشحال شدن. قطعا افغانستانی‌ها، عراقی‌ها و قرقیزستانی‌ها فوق‌العاده خوشحال شدن از این اتفاقی که افتاده، برای اینکه پلی‌آف باز شده و الان دیگه شانس دارن که اونها هم به جام جهانی صعود بکنن. تایلند با بردی که مقابل عراق به دست آورد برای هفتمین بار پیاپی به جام جهانی فوتسال رسید. اونا سه دوره از گروه صعود نکردن، سه دوره بعدش از گروه صعود کردن و دوره بعد حذف شدن و دوباره هم تونستن خودشون رو به جام جهانی فوتسال برسونن که افتخار بسیار بزرگیه براشون. و یه چیز دیگه هم در مورد تایلندیا بدونین، تایلند این دفعه نهمین باریه که تونسته خودش رو به جمع چهار تیم برتر آسیا برسونه. اونا دو بار نایب قهرمان شدن، پنج بار سوم شدن و یک بار هم تونستن چهارم مسابقات بشن و اصلا تیم کم افتخاری نیستن. از اون طرف ازبکستان هم تیم پر افتخاری توی آسیا حساب میشه و این بار یازدهمین باریه که اونا تونستن به جمع چهار تیم برتر برسن. اونا چهار بار نایب قهرمان آسیا شدن، پنج بار سوم شدن و یه بارم چهارم شدن و الان برای یازدهمین بار تونستن خودشونو به نیمه نهایی آسیا برسونن که با ما ایرانیا بازی دارن که خیلی براشون سخته و الان هم که به جام جهانی رسیدن اونا عملا میزبان جام جهانی بودن، بدون اینکه مسابقات هم بخوان رتبه بیارن به جام جهانی میرسیدن، اما تونستن با شایستگی جز چهار تیم برتر بشن و به جام جهانی برسن. اونا هم برای سومین بار، اونا هم دو دوره اخیر که سهمیه ها اضافه شده تونستن به جام جهانی برسن و این میشه سومین بارشون. و الان وضعیتی که تو نیمه نهایی داریم اینطوریه که یه طرف باید تاجیکستان کم تجربه تو این مرحله که برای اولین بار به جمع چهار تیم برتر رسیده به دیدار تایلند پرتجربه بره و از این طرف هم ایران پرتجربه بعد به دیدار ازبکستان پرتجربه بره، ولی با کیفیتی که من از ازبکستان دیدم شانس ایرانو خیلی بیشتر میدونم. تو ویدیویی که فردا میسازم میام کامل بهتون توضیح میدم که وضعیت تایلند و تاجیکستان و ایران و ازبکستان چجوره و من خودم شانسو به کدوم تیم میدم برای برنده شدن. الان میخوام پلی‌آفو توضیح بدم که چه شکلیه. توی پلی‌آف الان این اتفاق افتاده، تاجیکستان تونسته افغانستان رو ببره، تایلند هم تونسته عراق رو ببره. الان افغانستان و عراق بعد یه طرف جدول با هم بازی کنن، این طرف هم بازنده های ایران و ازبکستان یعنی قرقیزستان و ویتنام قراره به دیدار هم برن. چه اتفاقی میفته؟ افغانستان و عراق با هم بازی میکنن، برندشون به یه فینالی میرسه که میشه فینال رسیدن به جام جهانی فوتسال. اون طرف هم قرقیزستان و ویتنام برندشون به همینجا میرسه و برنده میتونه به جام جهانی برسه. نکته جالب توجه اینه افغانستان، عراق و قرقیزستان هیچ وقت به جام جهانی نرسیدن و اگر این اتفاق براشون بیفته اولین باری که تونستن خودشون رو به جام جهانی فوتسال برسونن. اما ویتنام دو دوره اخیر تونسته به جام جهانی صعود بکنه و اگر برسه خیلی اتفاق جدیدی براشون نیفتاده. افغانستانی‌ها که خیلی سابقه خاصی ندارن، ولی جالبه بدونیم عراقی که الان توی پلی‌آف قراره بازی کنه یه بار تونسته تا نیمه نهایی پیش بره، ولی تو نیمه نهایی و رده‌بندی باخته و تونسته چهارم آسیا بشه. این اتفاق برای ویتنام هم افتاده که یک بار به نیمه نهایی رسیده و اونها هم تونستن چهارم آسیا بشن. اما قرقیزستان توی آسیا تیم پر افتخارتریه، اونا یه بار سوم شدن و دو بار چهارم و یه مقداری تیم پرقدرتی حساب میشن. الان توی پلی‌آف وضعیت از نظر افتخار و پیشینه کاملا این طرف که قرقیزستان و ویتنام هستن سنگین تره و طرف افغانستان و عراق سبکتر، اما بازیایی که ما دیدیم بازی‌ها به شدت میتونه به هم نزدیک باشه. جالبه که تو مسابقات هم اگر دقت کنین همه سرگروه‌ها بردن، همه دوم گروه‌ها باختن. الان دوم گروه‌ها بعد به قولی برای مقام پنجم و رسیدن به جام جهانی بازی بکنن و اون سرگروه‌ها برای قهرمانی، نایب قهرمانی و مقام سوم مسابقات. به نظر من بازی‌ها خیلی جذاب میتونه باشه. 4 تا بازی بسیار بسیار جذاب دیگه منتظرش باید باشیم. یه فردای استراحت دوباره پس فردا بازی‌ها رو ببینیم که ببینیم چه اتفاقاتی میفته. تو اولین بازی افغانستان به دیدار عراق میره، بعدم قرقیزستان به دیدار ویتنام تا تکلیف فینال پلی‌آف مشخص بشه، بعدش هم تایلند میزبان بعد با تاجیکای دوست داشتنی بازی کنه که ببینیم تاجیکا میتونن تایلند رو تو خاک خودش ببرن و به فینال برسن، و بازی آخرم ما ایرانی‌ها بعد به دیدار ازبکستان بریم.
بازی ها به شدت هیجان انگیز و نزدیک بود امروز. من خودم فکر میکردم که بازی تایلند و عراق گره بخوره و به هم نزدیک بشه و توی بازی بسیار فشرده تایلند ببره، اما بازی ازبکستان و ویتنام رو فکر میکردم ازبکستان به راحتی ویتنام رو ببره، ولی ویتنام نشون داد تیم چغر و بدبدنیه و این یه مقدار همه رو نگران میکنه که شاید تو پلی آف هم بتونه مسیر زیادی رو بره. باید ببینیم چه اتفاقاتی تو پلی آف و تو نیمه نهایی ها بیفته.